سلام به روی ماهتون، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و مثل همیشه ممنونم که توی کانال شری ویلنس توی یک ویدیوی دیگه همراه من هستید. اما ویدیوی امروزمون در مورد عادات صبحگاهی من هستش، چون خیلی از شما از من پرسیدین، چه از طریق پیج اینستاگرام و چه از طریق کانال یوتیوب. بنابراین تصمیم گرفتم که یه ویدیو کوتاه بسازم در مورد عادات صبحگاهی برای شما بگم. اما این به این معنا نیست که شما هم باید عیناً عادت‌های من رو انجام بدید و تکرار کنید. این به این معنا هست که هر کدوم از ما باید توی خودمون جستجو کنیم و ببینیم که به چه صورت صبحمون رو شروع کنیم. یک روز عالی خواهیم داشت، چون میدونید که یک روز از صبح شروع میشه و خیلی خیلی مهم هستش که ما صبحمون رو چطور شروع میکنیم. بنابراین این ویدیو امیدوارم بتونه بهتون کمک کنه و کمکی باشه که بتونین پیدا کنین بهترین کارهایی رو که میتونید توی صبح انجام بدین تا یک روز عالی رو شروع کنین. اما قبل از اینکه بریم و من تجربیاتم رو با شما به اشتراک بذارم، اگر تازه به کانال شری ویلنس پیوستید، حتما لطف کنید سابسکرایب کنید، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید. اگر ویدیو رو تا انتها دیدید و دوست داشتید، حتما لایک کنید. نظری دارید، پیشنهادی دارید، حتما کامنت برای ما بذارید. و دیگه غیر از این که این کار رو انجام میدین، یه مورد دیگر هم بهتون بگم که در پیج اینستاگرام شری ویلنس ما بهترین پکیج های رقص رو برای شما عزیزان داریم، از مبتدی تا پیشرفته، گام به گام آموزش، گام به گام یک سری آموزش طراحی یک رقص رو، یک آهنگ کامل رو داریم. و به غیر از اون برنامه های ورزشی عالی که با توجه به شرایط شما، سن شما، برای شما طراحی و دیزاین میشه. و تمامش هم، تمام چه پکیج های رقص، طراحی های رقص روی آهنگ ها و چه برنامه های ورزشی، تماما فرقش اینه که در یوتیوب به صورت پراکنده هست آموزش های رقص، اونجا کاملا بسته، یعنی در واقع جنبندی شده، مبتدی، نیمه پیشرفته و پیشرفته. و برنامه های ورزشی ما متناسب با شرایط شما هست. شما نمیدونی که از ویدیوهای تو یوتیوب کدوم برای شما مناسبه، که از طریق پیج اینستاگرام و از طریق تماس مستقیم با خود من برنامه ها براتون طراحی میشه. سرتون رو درد نیارم، با هم دیگه میریم شروع میکنیم در مورد عادات صبحگاهی من. یه صبح خوب با یه شب خوب شروع میشه. یعنی اگر ما به اندازه کافی خوابیده باشیم و خواب خوبی رو تجربه کرده باشیم، صبحمون عالی شروع میشه. بنابراین باید خوب خوابیده باشیم. هر کسی متفاوت از شخص دیگه ای هستش. یعنی من با 5 ساعت و نیم 6 ساعت خیلی خوب انرژی دارم. شاید شما به 7 ساعت تا 8 ساعت احتیاج داری. ولی سعی کن بیشتر از اون چیزی که لازمه برات نخوابی و زندگی رو از دست ندی. من بچگی خیلی خوابیدن رو دوست نداشتم و صبح دوست دارم که زود از خواب پاشم و زندگی رو شروع کنم. اما خب خواب لازمه و به نظر خود من 5 ساعت و نیم تا 6 ساعت کافی نیست. ای کاش که بتونم که بیشتر بخوابم، چون الان در طول روز احساس نمی کنم که بی انرژی هستم، انرژی خوبی دارم، اما ممکنه در طولانی مدت یه موقع تأثیرش رو بذاره و بهتر است که به اندازه کافی بخوابیم. 7 تا 8 ساعت عالی هستش. اما بعد از اون، وقتی که صبح از خواب پا میشم، به خودم این عادت رو میدم که سری نرم سراغ موبایل. از خواب پا میشم، دست و صورتم رو میشورم، یک آبی به سر و صورت میزنم و بعد اولین کاری که انجام میدم، یک لیوان عصاره آب لیمو ترش، نصف لیمو ترش رو با یک لیوان آب ولرم، اگر زمستون باشه این ولرم یه خورده به سمت داغی میره، مخلوط میکنم و میخورم. آقا این بد نیست برای معده، ترشی من عادت کردم و خیلی دوست دارم. شما میتونی هر چیز دیگه ای باشه، شما میتونی چای بخوری، شما میتونی آب بخوری، فقط شما میتونی هر دم نوشی و یا هر چیزی که خودت دوست داری، منظورم نوشابه و این نوشیدنی های مصنوعی نیست، نه، یک چیز طبیعی که خودتون دوست دارین رو بنوشین. نوشیدن خیلی مهمه، مایعات
بخش اعظمی از بدن ما رو تشکیل میدن و توی انرژی ما خیلی خیلی مهم هستن، بنابراین نقش خیلی مهم میدارن. بنابراین سعی کنید که حتما حتما از خواب که پا میشین بنوشین. آب اولین گزینه. اگه دوست دارید میتونید با چیزهای دیگه ای هم که طبیعی هست مخلوط کنید. من آب و نصف لیمو ترش رو انتخاب کردم و لذت میبرم ازش و انرژی خیلی خوبی بهم میده و احساس میکنم اصلا کلا سیستم اون داخل رو کاملا پاکسازی میکنه. این حس من هستش و خیلی مهمه که صبحمون رو با یک نوشیدنی خوب آغاز کنیم. پس اول دست و صورتی میشوریم، اگر لازمه دوش بگیرین دوش بگیرین، هر چیزی که از اون حس و حال خواب بیاین بیرون. بعد یک نوشیدنی خوب رو بخورین، آب به بدنتون برسونید، مایعات رو به بدنتون برسونید تا بتونید صبح خوبی رو شروع کنید. مرحله بعدی مدیتیشن صبحگاهی هستش. خب مدیتیشن یعنی چی؟ یعنی من بشینم چشمامو ببندم و به این صورت سعی کنم به چیزی فکر نکنم. مدیتیشن انواع مختلف داره. اگر این حالت به شما حس خوبی میده این کار رو انجام بدید. نماز خودش مدیتیشن، یعنی کسی که نماز میخونه و نماز رو واقعا با تمرکز میخونه و در موقع نماز خوندن به تمام اتفاقای روز فکر نمیکنه و واقعا سعی میکنه که بره توی اون بیفکری، خودش یه مدیتیشنه. گوش دادن به صدای طبیعت میتونه مدیتیشن باشه و سعی کنید که فکرت رو از هر چیزی خالی کنید. من میتونم بگم 95% این کار رو صبح انجام میدم چون انگار که در واقع باتریم شارژ شده، ولی اگر به دلایلی صبح اتفاقی بیفته و من نتونم این کار رو انجام بدم، حتما حتما یک تایمی رو توی روز انجام پیدا میکنم که این رو انجام بدم، یا حتی شب موقع خواب. گفتم هدف من، عادت من اینه که توی صبح 95% دارم صبح انجام میدم، ولی زندگی که همیشه قابل پیش بینی نیست. گاهی اوقات ممکن اتفاقهایی بیفته که یکو بلافاصله که آدم از خواب پا میشه باید کاری رو انجام بده، بنابراین اون روز ممکنه تایم دیگه ای انجام بدم وسط روز یا حتی شب قبل از خواب، چون بالاخره خواب هم خیلی مهمه که ما به چه صورت بریم و بخوابیم، با آرامش یا پر از استرس و تنش. بنابراین مرحله بعدی مدیتیشن هست. برای من مدیتیشن تنفس هست. اول یه سری تنفس شکمی انجام میدم، تنفسی که دم و بازدم از شکم هستش و من به این صورت انجام میدم که میشمرم ثانیه رو برای خودم، 1001، 1002، 1003، همین شمردن باعث میشه که من به هیچ چیزی نمیتونم فکر کنم. مثلا 5 ثانیه دم میگیرم، 5 ثانیه نگه میدارم نفسم رو و 5 ثانیه بازدم آهسته. چند بار این حرکت رو انجام میدم، بار آخر 10 ثانیه دم میگیرم، 10 ثانیه نگه میدارم و 10 ثانیه بازدم و این باعث میشه که واقعا آدم میاد توی لحظه و سبک بال میشه. موقعی بریت تمرین تنفس من چشمام رو میبندم و این باعث میشه که آدم خیلی عمیق تر بشه. بعد از اون من یه سری کلمات کلیدی دارم که کلمات کلیدیم رو که بهم انرژی میده در طول روز اونها رو تکرار میکنم و قبل از اون سپاسگزاری. سپاسگزاری خیلی مهمه به تمام چیزایی که توی زندگی دارم، نه که هر روز بیام همه رو بگم، هر روز به یک سری چیزشون فکر میکنم. اولین چیزی که برش سپاسگزارم اینه که یک روز دیگه داشتم، یک روز دیگر دارم شروع میکنم یا یک روز دیگه تموم شد. واقعا باید سپاسگزار باشیم و شاکر. خیلی از ماها در واقع وقتی من بیدار میشم این صبح رو، خیلی از انسانهای دیگه هستن که دیگه اون تجربه رو ندارن و دیگه اون امکان رو ندارن و از این دنیا رفتن. بنابراین زنده بودن خودش اولین شکرگزاریه، بعد از اون سلامتی، بعد از اون به خاطر آدمهایی که تو زندگیمون هستن، به خاطر خانواده هامون، به خاطر تمام تجربیاتی که اسم خوب و بد روش میذاریم و تا به اینجا رسیدیم، برای غذایی که داریم، برای سرپناهی داریم، برای شغلی که داریم، برای عشقی که از آدمهای دیگه میگیریم، عشقی که به آدمهای دیگه میگیریم، برای همه چی و همه چی شما میتونی انتخاب کنی و شکرگزار باشی. و بعد از اون کلمات کلیدی، هر چی که دوست داری، به هر چیزی که دوست داری برسی، هر جور اون انسانی که دوست داری باشی، اهدافی که داری، من به اونها فکر میکنم و اونها رو تکرار میکنم و بعد از اون از خدا میخوام که یک روز خوب رو شروع کنم، با سلامتی انسان بهتری باشم و به هدفهام برسم و خدا من برکت رو به زندگیم بیاره. این به این صورت هست مدیتیشن روزانه من و معمولا هم نهایت 10 دقیقه وقت من رو میگیره. اما یک
یک موردی که هست و من الان میخوام بهتون بگم، من گاهی اوقات بعد از تمرین تنفس اون شکرگزاری و کلمات کلیدیم رو که بهم انرژی خیلی خوب میده رو در حالت پلانک میرم، یعنی حرکت ورزشی پلانک رو انجام میدم، روی اون حالت میمونم و این کار رو انجام میدم. چرا این کار رو انجام میدم؟ احساس میکنم اون فشاری که به بدنم میارم باعث میشه که خیلی بیشتر تمرکز کنم روی اون کلماتی که میگم، روی اون اهدافی دارم و احساس بهتری من میده. گاهی اوقات به صورت نشسته و در حالت تمرکز این کار رو انجام میدم و گاهی اوقات در حالت انجام حرکت پلان. خب این قسمت دومش بود از عادتهای صبحگاهی من. یه دروغ بزرگی اگر که من بگم من هر روز صبح پا میشم با یک عالمه انرژی، اصلا امکان نداره. ما انسانیم و به حکم انسان بودن هزاران حالت مختلف داریم. یه روز پا میشیم با یک عالمه انرژی، یه روز پا میشیم اصلا انگار که لهمون کردن، کوبیدنمون، یه روز پا میشیم معمولیم، یه روز پا میشیم غمگینیم. اما برای من تمام این حالتهایی که من باهاش بیدار میشم زمانی که مدیتیشنم رو انجام میدم حالم رو خیلی خیلی بهتر، یعنی باید به اون تجربه برسه آدم که بدونه ارزش کاری که انجام میده چقدره. مثل ورزش میمونه برای من. خیلی از من میپرسن که چطور ورزش رو ترک نمی کنی و هر روز میتونی ورزش کنی. بعد از گذروندن یک زمان و داشتن اون دیسیپلین که no matter what، یعنی مهم نیست چه اتفاقی بیفته من ورزشم رو انجام میدم، دیگه به این نتیجه رسیدم که ورزش واقعا حال من رو خوب میکنه. یه موقعی که حتی اگر خسته هم باشم میرم ورزشم رو انجام میدم، چون میدونم خستگی با اون ورزشه میره. بنابراین حال من خوب باشه، عصبانی، غمگین، داون، بدون انرژی، میدونم اون مدیتیشنه خیلی حال من رو خوب میکنه، بنابراین انجامش میدم. مگر اینکه صبح به هر به یه دلیلی نتونم، که انقدر میدونم که چقدر حال من رو خوب میکنه، بنابراین حتما یه تایم دیگه از روز اون رو انجام میدم. بعد از اینکه من مدیتیشن صبحگاهی رو هم انجام میدم، حالا میرسه وقت به نوشیدنی صبحگاهی که من معمولا قهوه مینوشم، قهوه تلخ بدون شیر، بدون شکر، چون دوست دارم. و آیا صبحانه نمیخوام با معده خالی قهوه؟ این کاملا بستگی داره. من اگر احساس گشنگی کنم، چون صبح زود پا میشم و معمولا صبحای خیلی زود من احساس گشنگی نمی کنم، اگر که احساس گشنگی کنم یک صبحانه یه سالم میخورم، که صبحانم ویدیوهاش رو من درست کردم که صبحانه معمولا چه چیزایی میخورم، اگر احساس گشنگی کنم صبحانه میخورم، اگر نه قهوه‌مو درست میکنم میرم یا کتاب میخونم یا به اخباری که میخوام گوش بدم، چون معمولا عادت دارم که یک چیز رو یاد بگیرم، همیشه در حال یادگیری یک چیز جدید هستم، که معمولا یا در مورد کارم هست یا فعالیت جدیدی هست، که معمولا در خصوص اون فعالیت یا حالا اخبار خاصی هست یا ویدیوی یا پادکستی هست یا ویدیوی آموزشی هستش، که اون تایم رو من صبح میذارم براش و همراه قهوه‌م که در واقع دارم مینوشم به اون کتابم رو میخونم یا به اخبارم گوش میدم. این کار بعدی هستش که من انجام میدم. خب این تایم قهوه و مطالعه یا گوش دادن به خبرها یا پادکست یا حالا هر ویدیوی آموزشی رو من واقعا صبح دوست دارم. اما بعد از این دیگه متفاوته. گاهی اوقات اگر که در طول روز مشغله کاری زیادی داشته باشم، صبح میرم جیم، باشگاه. گفته بودم قبلا توی ویدیوهای دیگه که من تایم ثابت ندارم، گاهی صبح میرم، گاهی بعد از ظهر میرم، گاهی شب. اگر صبح باشه صبح میرم، اگر نه اگر شاگرد داشته باشم میرم برای شاگرد، و اگر نوبت من باشه سگ‌ها رو میبرم برای راه بردن حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت و بعد از اون دیگه آدم میره و وارد زندگی کاریش میشه، زندگی روزانه و زندگی کاری. اینا تجربیات منه، اینها عادت‌های صبحگاهی منه. اگر این کارهایی که من انجام میدم به شما هم حس و حال خوب میده، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. اگر نه برید و بگردید ببینید در واقع چه کاری به شما این امکان رو میده که صبحتون رو به بهترین نحو ممکن شروع کنید. اصلا امکان نداره که ما از خودمون این توقع رو داشته باشیم که هر روز صبح با بهترین حال پاشیم. اما حالا هر حالی که بلند میشم، من خستم، من غمگینم، من بدون انرژیم، خوشحالم، این حال رو چطور
مدیریتش کنم و به بهترین حال تبدیلش کنم که بتونم روز خیلی خوبی رو داشته باشم، یا بهترین روزی رو که میتونم داشته باشم، خیلی خیلی مهم هست. پس حتما حتما سعی کنید به خودتون این عادت و دیسیپلین رو بدید که بتونید یه صبح خیلی خوب رو شروع کنیم، و همیشه هم پس ذهنتون داشته باشید که زندگی قابل پیش بینی نیست. گاهی اوقات ما نمیتونیم صبحمون رو اونطوری که هر روز داریم میگذرونیم بگذرونیم، و آماده اونها هم باشید. و اگر که صبحتون و عادتهای صبحتون گاهی به هم میخوره، امکان اشکالی نداره و به هم نریزید. خب اینم ویدیو، تجربه های من، عادت‌های من. خیلی خیلی ممنون که توی این ویدیو هم همراه من بودید. ازتون ممنونم. مثل همیشه یادتون نره که سابسکرایب کنید، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید. چرا؟ تا از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید. اگر دنبال پکیج های عالی رقص و برنامه های ورزشی عالی هستید، حتما حتما یه سری به پیج اینستاگرام من شری دنس فیت بزنید. ویدیو رو اگر تا اینجا دیدید و دوست داشتید، لایک یادتون نره، نظر و پیشنهادی دارین کامنت بذارین. خیلی دوستتون دارم و توی یه ویدیوی دیگه منتظرتونم.